خیلی خوش اومدیم ریاکشن رکورد. سلام بچه. اول کار داشتیم ما یاد ترک اعتراضی که محسن داده بود میکردیم، چون وقتی من اون ترک رو میشنوم اصلا حال و هوای اون روزا و اون غم و عطری که تو خیابونا بود به مشامم میپیچه. من قبل با اون موزیک گریه کردم، خیلی کار قشنگی اون کار ایران دیدم. اسمش ایران بود میگی؟ فکر میکنم آره. و حال محسین هم از لیبل جوهر جدا شده، الان تنها آرتیستی که توی لیبل جوهر فعالیت داره، که هرچند الان فعالیتی نداره، یعنی موزیکی نمیده بیرون، ولی خب هنوز اعلام نکرده، فکر میکنم هنوز توی لیبل جوهره، جوهره بیباله. و محسین هم جدا شد و ترکم رو چنل خودش آپلود شده، 11 که هم بعد 6 روز ویو خورده. بریم که بشنویم نقاش از محسین عزیز. بریم بشنویم. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit. بچه لینکو تو دیسکریپشن میذارم اگه خواستید مجدد بشنوید. بریم که گوش کنیم کارو. کاور آرتیستم خیشکار و دمیرچی بودم با ویژوالایزر، حتما راجع به کاورم صحبت خواهیم کرد. کاور که نقاشی که در واقع داره کشیده میشه دیگه، نقاشی آب رنگ احساس میکنم سیاه‌سفیده، بعد یه آدمیه که با یه حالت ناامید و غمگین نشسته رو داره میکشه. من این آدم خیلی تو فکرم میتونه باشه دیگه، مثلا اینجوری که شوک شده باشی داری فکر میکنی، بعد غمگینم هستی، ناامیدم شدی. انشال بیت شایار صبح شده با زق باشی کلمات زفتار مهدش جلو چششه مرده تا زندش از این اون دنیا بیزار پشت سرم فلان بیزار جلو مدام دیوار بینی شعر تراوش مخواد سیگار این را برو برگرد دوبار بیا تو هاگه یا دنبال تی تارزو شعار نیاز به خودت بیا نکن دست دست رابطه با نوشتم مثل خورده با رندست باید جلو دوایزم بدن میگه رابطه‌ام با نوشتن مثل خورده و رنده است. و این نقاشی که میگه دارش دوباره ضعف کرده برای نوشتن توی ترک، فکر میکنم دیریلم بود فکر کنم، میگه نقاش کلمات مسین الله. آره این در واقع داره این نقاش بودن به خودش. آفرین. میگه نقاش تو آره. فارسی نیاز خودت بیا نکن دست دست رابطه با نوشتم مثل خورده با رندست باید جلوت وایستم بدن درس بس این طوری تا کنی قبر تو کندست گفت پولو خرچ کن و برو والا افتار کسی نشنیده تو رو تالا تو بازی طبقا کنج خراب سهمم شعرم میگیره چون شراب قلبم وقتی میشه میگه به هم گفتن که با مثلا حیف کسی تو رو نشنوه، چیه اینجا سن اینجا نشستی؟ آره کجاست تو خیلی ترنت خفنی هستی. میگه خرج کن برو بالا، میگه نه من این شعری که میاد از شراب قلبم، شراب قلبمه، یعنی یه راز سر به مهر هفت ساله است یا ده ساله است یا هر چیزی که توی منه. آره خیلی وقت ربطی به این نداره که کی منو میشنوه، درش بسته این شراب منه. آره هر چقدر شرابم میمونه خب چیز سر میشه دیگه، خفن پر رنگ انگار کاره مسین لو تو بازی طبقا کنج خراب سهمم شعرم میگیره چون شراب قلبم وقتی میشنوی انگا جن دارشه رهایی حبس و خاطر زندانشه مشکل از ذات پنهانشه خوب نیست ولی خوبی و پندارشه رفتم وقتی که دل پر داد بود عاشق مرگم کنار یاد بود زندگی در تکاپو سنگین تر سینم با کینه رو ترازو صبح زبونمو میخورم تو سکوت بنا گوش بیاز جعفری لب و جوشتم طباخی سباقی در آغوش میگیرم با خون دل شب و دوش فراموش سیاه آسمون زیر پام بالا یعنی این دوش فراموشه میتونه اون در واقع رسیدن آخر روز شما باشه دیگه، یعنی با همه این چیز اتفاقایی که برات میفته آخرش یه دوش میگیری و میگی ولش کن دوباره فردا از اول. آره میگه که مثلا من صبح زبونمو میخورم، مثلا یه اشاره داشت میگه مثلا زیر لب صحبت کردن هم میشه دیگه، داریم دندون میچم همون همین که مثلا داره میگه مثلا دیدی صبح میرن کله پاچه میخورن، مثلا خودم زبونمو میخورم یعنی حرفمو میخورم، یعنی لال میشم تمش دارم حرفمو میخورم. خیلی خفن گفتین یه قسمتش دم طباخی در آغوش میگیرم با خون دل شب و دوش فراموش سیاه آسمون زیر پام بالا با این که بودم زیر وام اچکام اش میچه که و دنبال حلالم و زاید حالم زیر لام بی دفام جلو قد داره کلم ها خون میریزه دفتر و فلو هام جای پام رد پای جلو پام سر پا بودن و نقاشی میکنم با این که بینو خام دست طلا فقط رو میشه جلو سر پا بودن و نقاشی میکنم با اینکه بی نخام. کامان برو، خیلی شعر کار خفنه، بی نهایت قلم ادبی و زیبایی داره. توی اون ترک دیلیلی هم که هرچی الان دارم فکر میکنم اسمش یادم نمیاد، با اسم تمامی شاعرای بزرگ ایرانی رپ میکنه. رپ میکنه، آفرین. آره راست میگی. خیلی دوست دارم این آرایه ادبی که استفاده میکنه، این سبک شعر نوشتنش مونده موندم زیر لا.
اونم زیر لو. خیلی جالبه این کار. آفرین. به پای جلو پام سر پا بودن و نقاشی میکنم با این که بینو خام دست طلا فقط رو میشه جلو دام ملو پام هد بزن بگو پام بگو پام میریم جلو تر تو جلو جام جلو تر تو بخوری تو تلو پام چشمو میبندم رو روز و شب تارم چقدر از این زندگی بیزارم سنگین تر از همیشه کوله بارم تو حسارم. وای پسر من اصلا نخواستم اینجا دو منشو بخونه. خیلی کار خفنیه پرسه کار خیلی زیباست و من دوست دارم مسین همه جور و خیلی ریسپکت فولم جدا شد از لیبل جوهر. حالا در رابطه با اینکه چه اتفاق گفته از لیبل جوهر جدا شده هنوز خیلی خبر محکمی نیست ولی به هر حال خیلی دوست دارم این کار نقاشش خیلی خفنه اینجا که عالی بود. در توی همین آهنگم اولش با آندریت بودنه اشاره کرد دیگه که آقا مثلا یه کسی هست که اینقدر خفنه ولی خب نمیخواد هزینه کنه که بره بالا برسه بره بالا. آفر با پوله واقعا باید خودش بیاد که برسه آفره. و الان میبینیم که تو رپ فارسی چه کسایی میان آهنگ میدن و اون آهنگا هیت میشه و ترند فارسی میشه روی اینستاگرام مرتب میذارنش و خیلی جالبه. اتفاقا اخیراً یه آهنگی که نگین فضلی خونده در واقع رپ کرده من کارشو گوش ندادم ریاکشنم نرفتیم مثلا توی یوتیوبر خونده بگی بهتر. نه اصلا حالا کلا اون خانون شخص خونده من اصلا کاری ندارم کاری که داره میکنه خفنه ولی خب تو لول خودش الان مثلا یه همچین کاری با یه همچین ارزشی باید مثلا دیده نشه. باشه 11 که مثلا ویو خورده باشه ولی چرا اون چون به اون پرنه نزدیکتره چون به اون دردی که تو مغز است نزدیکتره و بعضی وقتا دیگه موضوع پلتفرم نیست چون الان روی یوتیوب فارسی هم میبینیم که فقط محتوایی بازدید خیلی بالا به دست میارن که در رابطه با مسائل جنسی صحبت کرده باشن در رابطه با نمیدونم شوخی های جنسی صحبت کرده باشن با تامبلین تایتل های کاملا جنسی داشته باشن که بازدید بالا به دست بیارن چون موضوع واقعا پلتفرم نیست فرق نمیکنه تیک تاک یا اینستاگرام چون یوتیوب این شکلی نبود ولی خب الان میبینیم که داره به سمت اینستاگرام و تیک تاک پیش میره. حالا این بحث اینجا باز شد صد کامنت خواستم بدم بابت این داستان چون میبینم که چه اتفاقی داره میفته و اون دارک بودن رپ فارسی رو من تو این میبینم و طبیعتاً وقتی که خب آرتیستای بزرگی که هستن آرتیستایی که خفنن به این شکل سکوت بکنن کار ندن و انقدر ضعیف عمل بکنن در اوج خفن بودنشون قطعاً یه سری اتفاقا میفته که رپ فارسی حتی از اینی که دردناکتر و دارکتر بشه. به هر حال خیلی کارو من دوست دارم و کورس کارتاد شروع شد من خیلی خوشم اومد از کورس کار. بریم که ادامه کارو گوش کنیم. کس بود فهدار زوم شدن دور 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 دهنم مزش خون ریهان پر از دود 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 همیشه که کم و کس بود فهدار زوم شدن دور 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 دهنم مزش خون ریهان پر از دود 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 شد نشد بشه فقط دنبال یک ندوسشه حاجی ترتشه یه نفر جایی وای نمیسه که حقشه حتی دنبال بالاتر پرتو اصیل گنده میخونه تخمشو میده فتو خوبی قشنگ کنار خط و خط و به موندن یکی رو میگه اصیله میگه گنده میخونه تخمشو میده فتا یعنی خب بالاخره تو ایران بود اون کار اعتراضی که ازش دیدیم که اولی آره. کار ما سعی داشتیم بفهمیم شعر کار چیه آفرین آره و میگه تخمشو میده فتا اینجا به این اشاره کرد آفرین و دوست دارم این اصالت صدا اصالت قافیه چینی این اصالت ادبی که رعایت میکنه توی کارو من خیلی دوست دارم و یه وایب کاملا متفاوت به میده آفرین همینطوره گنده میخونه تخمشو میده فتو خوبی قشنگ کنار خط و خط و به موندن یکی رازی نمیخوام باشه ده تا جلو دریای ذهنم صد نیست و ننگ بالا خواه مرام هم حرف نیست و رنگ نمیگیره جای هر ریسک و گنج کنار بزرگا با 125 کار براد 93 تون در شهاب خودی نمیشه با مفبر خراب میکشیدم و کم پرام و تعادت کنم به این رنج کشیدم و رختم تر و اگه باشه چیزی پشتش گره باشه حق قبل هر مشتش سلامتی رفیقی که خواهیش جوابه ولی قد شده سه تا انگشتش رفیقی که زبونش انبور لباس نداره ولی مرام میچه که لختش میارزه مفتش تا اونی که رفاقت و لفظ میخونه و نمیشه کردش حتی توفش جفچش این صدا رو این میتونه به یکی از رفیقاش هم باشه دیگه جفچش آخرش رو که گفت جفچش جفچش یعنی بابا وای خیلی خب یه رفیق واقعی و مفر نمیتونه خراب کنه میگه رفیق خوب خواهش جوابه ولی خب سه تا از انگوشتش هم داده داده دیگه آفرین
خیلی خفن، خیلی قشنگی پسر جفتش مفتش، تا اونی که رفاقت و لفظ میخونه اون نمیشه کرده شده توفش جفتش. صدا رو میشنوی نبنده شهرک از قلب جوهر تپنده، ختمت نمیگیره شعرام تو سوسولا، حتی هت میزنن پام کلو بولا. چی شد اینجا بند جوهر؟ بایسته دقیقا فکرم اینجا اشاره به میخونه و نمیشه کرده شد توفش جفت چش. صدا رو میشنوی نبنده شهرک از قلب جوهر تپنده، ختمت نمیگیره شعرام تو سوسولا، حتی هت میزنن پام کلو بولا. علی علی فازم خانینی، رپ میکنم دلگیر مدائینی، علی موندن تو خیابون الوفینی، جمال زادم گهگاهی میکنم لب و فریز، دم آلت نزن که غلاف کیر بزا بمون. جمال زادم ولی گاهی وقت لب و فریز میام. جمال زادم گهگاهی میکنم لب و فریز، دم آلت نزن که غلاف کیر بزا بمونم، چنا زیر ملوف شیر، پا میشم صبح با عرق ترخ وقتی بلا، شب و بیخوابم با شراب تیر، خراب تیم خلاف تیم، هنوم سینی راه داری تلا بشی، به میگفتن گلو تو تلا بگیر، به میگفتن تو بالا با تلا شتی. واقعا گلو تو تلا بگیر. چقدر از این زندگی بیزارم، سنگین تر از همیشه کوله بارم، تو حسارم همیشه که کم و کس بود، فعدار زمان می شدن دور دور دور، دهنم مزشون ریهان پر از دود دود دود، همیشه که کم و کس بود، فعدار زمان می شدن دور دور دور، دهنم مزشون ریهان پر از دود دود. از چهار سالگی این گذشته 20 سال، نکرد مرده تو قبل 20 سال، افتخار تو اینه که دوتا داف بزنی، من با قلم و دفتر هر دقیقه رو توی سانتره نمیخوره به من حرف و زشته، شوخی میکنه گاهی. چه با حال گفت یه تو همش عقدت چیزات اینه که هدفت اینه که داف بزنی، ولی من با قلم و دفترم تیرسام میزنم، تیرسام میکنی و صداش چه افکت. یاد والی افتادم. این گذشته 20 سال، نکرد مرده تو قبل 20 سال، افتخار تو اینه که دوتا داف بزنی، و با قلم و دفتر هر دقیقه رو توی سانتره نمیخوره به ماهی نرف و زشته، شوخی میکنه گاهی این پسر غمباز، ذهنم بست اسرال با این که سینم میشکنه سکوت و غماز، مسین منم محمد حسین المسن و سلوا، شداره تو درد و شکر سمتم بیه گردم بنده تشلوار، چند بار بگم نکن کنکاش، اگه دیروزم و دادن زیر فرداش، جاش برخاش شیشه زده زیر و بم حرفاش، حتاش وقتی که میدی کسا کارو میشنه و میگه حال داد ولی درد داشت. آگاهی طریقت آسفال کلمه و خط کشی نصیحت، دینه مصداق بارزه حقیقت تحت حصار برق است، چش منکر و پریده است خریت، یعنی لطافت کشیدن تیغ تیز رو گلو، میشه لیز و قلو، قلمی که چپ چرخید و حرکت کرد، دفت از دون صفره چشاتون برکت، دوتا کار مارکت ترفن مرو تخت خدای خدایان قدیم و جدید، رو لبام لبخم به احترام تکنیک هایی که مسین عزیز استفاده کرده بود آخر این کار، من اصلا دوست نداشتم پاز بزنم که در واقع اون وایبه ازتون نیفته، چون راجب بیت به بیتش میشد صحبت کرد در رابطه با واژه‌آرایی و تکنیک هایی که توی این شعرش استفاده کرده. خیلی خفنه، امیدوارم شما هم لذت برده بوده باشید. و نقاش رپ فارسی به نظر من لقبش به مسین فقط میاد، نقاش کلمات مسین الله. تو با یه تعریف توی لیول جوهر بود، خب موقعی که این هنگ اومده بود میگو تو به تعریف بچه ها میکنی کفاف، ولی داش حسین به من میگه باری کلا. و دوست داشتم کلان چه تو لیول بود چه به بیرون لیول، خیلی صدای خفنی داره و کورس کار خیلی قشنگ بود بچه ها، واقعا 10 از 10 بود کورس کار، کلان حس کار قوی بود، یعنی قشنگ همه کاراش همینطوریه، من قشنگ حس اون جریانی که داره توی موزیک همینجور داره واسه خودش رد میکنن، قشنگ سوار میشی و حس میکنی و قشنگ میفهمی چی داره میگه، از کجا داره میاد. خیلی خفن بود، هم از تکنیکش میشد لذت برد، هم از موزیک و اون حسی که بهت میده. دقیقاً امیدوارم شما هم لذت برده بوده باشید، برده بوده باشید. لینکش توی دیسکریپشن براتون میذارم، اگر ویدیو ما خوشتون اومد ویدیو ما رو لایک کنید، یه خورده اهمیت بدید به این داستان، چون این تنها فیدبکیه که ما از کارمون میگیریم، و اگرم دوست داشتید میتونید کامنت بذارید، نظرتون رو بنویسید و من کامنت ها رو میخونم، حتما بهتون جواب میدم. خیلی خوشحالم که تا اینجا ویدیو با ما بودید، واقعا مرسی که هستید، برامون کامنت میذارید و با ما پیشنهاد میدین که چه موزیکایی ریاکشن بریم. دوستتون داریم. خودتون باشید.